سامانه تاد در اسرائیل آماده شد ارتش اسرائیل برای حمله آماده می شود ابعاد و زمان حمله نظامی اسرائیل به رژیم ایران از زبان محسن سازگارا آیا جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله اسرائیل کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد؟ پیامی از ترامپ در حمایت از مردم ایران هم میهنان دلی آزاده درود بر شما امروز با هم گام در مسیری نهاده ایم که هدفش رهایی ایران عزیزمان از شنگال دیکتاتوری است این برنامه با امید با آینده ای روشن و آزاد برای همه ما آغاز می شود فراموش نکنید که با لایک کردن این ویدیو و به اشتراک گذاری آن به گسترش آگاهی و بیداری همیهانانمان کمک کنید و چراغ آزادی را فروزانتر نگه دارید تایمز اسرائیل گزارش داد فعالیت باتری دفاع موشکی تاد آمریکا که به منظور کمک به دفاع از اسرائیل در مقابل حمله احتمالی جمهوری اسلامی در اسرائیل مستقر شده آغاز شده است حدود 100 نیروی آمریکایی نیز به همراه این سامانه دفاع هوایی به اسرائیل اعزام شدند تا به راه اندازی آن کمک کنند تاد به عنوان مکمل سامانه دفاع موشکی پاتریوت شناخته می شود اما می تواند مساحت بیشتری را پوشش دهد و اهدافی را در فاصله 150 تا 100 کیلومتری هدف قرار دهد. شبکه کان اسرائیل گزارش داده است که این سیستم اکنون در اسرائیل فعال است. العربیه نیز به نقل از منابع خود از فعال بودن سامانه تاد خبر داده است. پس از حمله موشکی اول اکتبر جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل، گمان زنی ها درباره واکنش متقابل اسرائیل به ایران ادامه دارد. این گمان طیفی از گزینه‌ها شامل هدف گرفتن تأسیسات نظامی و هسته‌ای تا حمله های محدودتر و هدفمندتر را شامل می شود. ابعاد و زمان حمله نظامی اسرائیل به رژیم ایران از زبان محسن سازگارا محسن سازگارا می گوید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که من میدانم اسرائیل کی و به کجای ایران حمله نظامی خواهد کرد اما چیزی در این باره نمی گوید گفته میشود سیستم دفاعی موشک تات هم در اسرائیل آماده بهره برداری شده است و احتمالا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاهد حمله نظامی اسرائیل به ایران خواهیم بود این تحلیلگر سیاسی میامسایت در این میان ولادیمیر پوتین اعلام آمادگی کرده است که میتواند میانجگری کند و تنشهای میان ایران و اسرائیل را کاهش دهد به نظر میرسد برخی بر این باورند که پوتین نگران است که یک جنگ نظامی به وضعیت آشفته جمهوری اسلامی اضافه شود و نوکرانش از شخص خامنه ای گرفته تا افراد سپاه را از دست بدهد کشته شدن یحیا سنبا رهبر حماس فصل جدیدی رو در حیات این سازمان تروریستی جنگ غزه و مسائل و معادلات خاورمیانه رقم زد سوال اساسی این است که از یک طرف حماس در چه وضعیتی قرار میگیره و بعد حزب الله و نهایتا هم جمهوری اسلام مسئله حماس اگرچه گفته میشه که آقای محمد سنوار برادر او ممکن است رهبر بشه یا خالد مشعل یا دیگری و جمهوری اسلامی هم سعی خواهد کرد که کمک بکنه به بازسازی اون اما واقعیت این است که هماس دیگه به عنوان یک سازمانی که سرزمینی رو در اختیار داشت دولت داشت دو میلیون آدم شهروند غزه بودند از دست داده و از این به بعد هم اگر بخواهد به حیاتش ادامه بده عملا یک سازمان تروریستی خواهد بود در حدود القاعده و داعش و غیره که با آوارگی و مخفی کاری و سازمان های به اصطلاح چیریکی مخفی و اینها بدون داشتن سرپل و مقر ثابت باید بتواند به حیاتش ادامه بده از سوی دیگه اسرائیل با چراغ سبزی که از آمریکا دریافت کرده مسئله تعیین تکلیف با حزب الله رو هم داره ادامه میده این مسئله باعث شده که غیر از یک و یک دهم میلیون مردم لبنان که از جنوب آواره شدند یا به بیروت یا حتی مناطق شمالیتر و حتی داخل سوریه رفتند ناراضی شدند بلکه باعث اختلافاتی نه فقط درون شیعیان لبنان بلکه درون خود حزب الله شده و این بحث به طور جدی در میانه اعضای خود حزب الله هم مطرح شده که این مسئله اسلحه به دست گرفتن و جنگ با اسرائیل و دنبال روی از جمهوری اسلامی و غیرو آخر آقبتی جز کشته شدن و آوارگی و فقر و نکبت نداره و حزب الله باید تبدیل به یک سازمان سیاسی بشه. اینجا فقط جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه و کاسبی که از قبل قاچاق مواد مخدر و مسائل دیگه دارن یک شبکه های تو در توی قاچاقچی و تروریست و پولشویی و فاهش و غیره و به هم گره خورده در امیدوار و در صدد که بتواند حزب الله رو بازسازی کنند و این سازمان رو به همین شکل فعلی نگه دارن موضوعی که البته با توجه به آشفتگی که در نیروی قدس سپاه هم پیدا شده و مسائلی که خود خامنه ای در ایران داره که در برنامه قبلی راجع به اون صحبت کردیم و ساختارهای خود حکومت وضعیت آشفته ای که اقتصاد ایران داره و دیگه اون دست باز سالهای باس 2006 و, و غیره رو نداره که پول در لبران بریزه و غیره اینها مسائلی است که این نقشه جمهوری اسلامی رو ممکنه نقشه بر آب بکنه به خصوص که در هشت و شعبی عراق هم اختلافات شدت گرفته و امریکایی ها هم سه پایگاه بزرگ زیر زمین و انبارهای موشکی و مهمات حوسی یمن رو با هواپیمای بیدو که قول دیده نشدنی امریکا هست و بومپ های سنگر شکن زیر و زبر کردن در این میون آقای پوتین پا به میدون گذاشته و عنوان کرده که حاضر میانجیگری کنه بین ایران و اسرائیل تا تنشا رو بخوابونه به نظر میرسه بعضی ها معتقدند پوتین هم نگران است که وضعیت آشفته ای که جمهوری اسلامی داره اگر یک جنگ هم بر اون بار بشه ممکن است که نوکرانش در جمهوری اسلامی از شخص خامنه ای تا درون سپاه و غیره از دست برود اگرچه بعید میدونم اسرائیل در شرایط فعلی با توجه به اینکه رابطش با روسیه شکراب شده زیر بار چنین میانجیگری بره ولی به هر حال روسیه بیش از یک و یک دهم میلیون روسی و بعضیها بعضی ها تا یک و نیم میلیون نفر میگن در اسرائیل هستن از کلیمیای روسیه که به اسرائیل رفتن طی سالیان و به هر صورت روسیه اولین کشوری هم هست شوروی که اسرائیل رو به رسمیت شناخته و سعی کرده همه این سالها روابط خوبی رو با اسرائیل نگه داره مسئله عملیات اسرائیل هم مسئله حساسی است که کی کجا تا چه حد با چه گستردگی در چه سطحی می که این معادلات رو تغییر بده آقای بایدن هم امروز در به سفری که با آلمان کرده در مصاحبه ای ازش پرسیدن گفت من میدونم کی و کجا اسرائیل حمله خواهد کرد ولی خب نمیگم گفته میشه که سیستم دفاع موشکی تاد رو هم که امریکایی ها برای پوشوندن خلعهای دفاعی اسرائیل بردن به تدریج آماده شده و آماده بهره برداری است لابد بالاخره نظامی های امریکایی و اسرائیلی ضرب و تقسیم هایی دارند که اگر به نتیجه برسه اون وقت ممکن است قبل از انتخابات امریکا شاهد عملیات نظامی اسرائیل باشیم اما اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در با یک بیانیه پایانی که منتشر شد مواجه هست که این بیانیه در ماده 46 ش به سراحت راجع به سه جزیره ایرانی عنوان میکنه که متعلق به امارات و جمهوری اسلامی بعد اون رو تخلیه کنه این برای اولین باری است که چنین موزی رو اتحادیه اروپا میگیره ضمن اینکه حتی آمریکا یا روسیه یا چین هم تا الان هرچی حرف زدند که حرف بیخود خود هم همشون زدن این بوده که ایران بیاد با امارات مذاکره کنه بر سر این سه جزیره یا بپذیره به سازمانهای های بین المللی بره و مسئله رو در واقع از طریق مذاکره و سازمان های بین المللی حل و فصل کن ولی اتحادیه اروپا گستاخی رو یک قدم برده جلوتر و سراحتا عنوان کرده که این سه جزیره متعلق به امارات موضوعی که نبا قرارداد هفتاد و یک میخونه نبا پیشینه تاریخی اینها میخونه و بحث این کرده که ایران باید تخلیه کنه با صورت این موضع تادیه ای اروپا که یک شکست بزرگ دیپلماسی جمهوری اسلامی باید محسوب بشه یکی دیگه از نتایج و طبعات حکومت نالایق جمهوری اسلامی است و وابستگیش به روسا اصلی ترین گفته صاحب نظرها میگن اصلی ترین دلیل این موضع عجیب اتحادیه اروپا در این بیانیه پایانی دخالتی است که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه با اوکراین کرده و پشتیبانی که از روسیه کرده بسیاری معتقدند آخرین محموله موشکی که دویست موشک بود به روسیه دادن روسیه عمدن در کشتی روباز حمل و نقل کرد تا ماهواره ها عکس بگیرن سی هم پخش کرد اون رو و به این ترتیب جمهوری اسلامی بیش از پیش در دامن روسیه بیفته و از غرب اروپا و آمریکا و غیره جدا بشه بر صورت این موضع تند که باید به سیعات و تبهکاری های و کارنامه سیاه جمهوری اسلامی رو هم اضافه کرد ضعف حکومت ضعف در دیپلماسی ضعف نظامی ضعف اقتصادی و انزوای سیاسی نتایجش همین چیز هست که حق مملکت ما رو زیر پا میگذارند در دریای مازندران روس ها زیر پا گذاشتن در عراق در مرز غربی عراقی ها 75 را و و هنوز رسما اعلام نمی کنن قبول داریم و خسارت بدن و غیره در آب هیرمند افغانستان رعایت نمیکنه و قرارداد حبیدا شفیق و در خلیج فارس امارات دم در ورده و صحبت از سه جزیره ای که به تمام پیشینه تاریخی و قراردادهای بعد از اون متعلق به ایران هست رو اینگونه مدعی شد آیا جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد برخی تحلیلگران و مفسران ایرانی میگویند در صورت حمله اسرائیل به تاسیسات نفتی حیاتی ایران ممکن است تهران کشورهای خلیج فارس از جمله پادشاهی سعودی را هدف قرار دهد هد. این یعنی بحران وارد مرحله از تشدید تنش جدید و خطرناک شده است این صداها که از برخی در جمهوری اسلامی درباره گسترش دایره درگیری شنیده شد رسمی نیستند اما با این حال جهان نمیتواند چنین هشدارهایی را نادیده بگیرد به ویژه آنکه بحران خاورمیانه روز به روز بیشتر می شفت. نبرد در غزه بین اسرائیل و حماس آغاز شد سپس حزب الله لبنان را وارد جنگ کرد و اکنون جهان منتظر رویارویی دو قدرت منطقه یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل است آیا واقعا رژیم ایران دست به چنین اقدامی خواهد زد آیا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حمله خواهد کرد ما سپتامبر 2019 را فراموش نمی کنیم. زمانی که تأسیسات نفتی آرامکو در منطقه بقی در شرق سعودی مورد حمله قرار گرفت رژیم ایران در آن زمان منکر حمله شد و حوسی ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند اما اثر انگشت این جنایت نشان میداد که تهران پشت ارتکاب آن بوده است آن حمله موفق شد 5 درصد از عرضه نفت جهان را متوقف کند و قیمتها را برای چند روز ده درصد افزایش دهد بعدها قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش کرد که مسئله را جمع جور کند او گفت آنچه رخ داده یک اشتباه بوده و نباید انجام می شد و آماده است تا برای ترمیم روابط با سعودی به ریاض برود سلیمانی سه ماه بعد در حمله آمریکایی به تلافی حملگی که به پایگاه آمریکایی در عراق طراحی کرده بود کشته شد هدف قرار دادن منطقه نفتی بقیه سعودی یک مورد بسیار نادر در تاریخ روابط دو کشور به شمار می رفن. از زمان پایان جنگ با عراق در دهه 1980 رژیم ایران از گشودن جبهه با همسایگان خود در خلیج فارس پرهیز کرده است اما این روابط همچنان با مشکلات فصلی و با فعالیت های خرابکارانه تهران همراه بود تا اینکه نامه بسیار مهمی در پکن بین دو کشور همسایه منعقد شد من شخصا بعید میدانم که رژیم ایران در پاسخ به حملات احتمالی اسرائیل جسارت کند و مرتکب حمله به تأسیسات نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به ابعاد خطرناک و متعدد آن شود ما یک درس تاریخی مشابه داریم در زمان جنگ ایران و عراق ایران به کشتیهای نفتی کویت در تنگه هرمز حمله کرد تا در جنگ به صدام حسین عراقی فشار بیاورد اما نتیجه برعکس شد زیرا کویت با آمریکا پناه برد و عملیات نظامی در خلیج فارس آغاز شد عملیاتی که منجر به نابودی مراکز صادراتی ایران شد و در نتیجه تهران در سال 1988 مجبور به تسلیم و قبول قطنامه آتش بس و توقف جنگ شد علاوه بر این تصمیم آن زمان رژیم ایران باعث شد که نیروهای آمریکایی وارد آبهای خلیج فارس شوند و از آن زمان تا به امروز دیگر منطقه را ترک نکردند پس هدف قرار دادن کشورهای حاشیه خلیج فارس از سوی جمهوری اسلامی ابعاد خطرناکی برای خودش دارد که اولین آن گسترش دامنه حملات به ایران است زیرا این کشورها قطعا از خود دفاع خواهند کرد بعد دوم این است که کشوری که تحت تاثیر مستقیم حمله به تأسیسات نفتی عربستان قرار خواهد گرفت چین است که مهمترین کشور نزدیک به رژیم ایران در جهان است بیشتر درآمد تهران از معاملات تجاری با پکن به دست میآید پکن حدود دو میلیون بشک نفت از عربستان وارد می کند بنابراین اقتصاد چین را به دلیل قطع احتمالی صادرات نفت و همچنین به دلیل افزایش قابل توجهی که بر قیمتها تاثیر میگذارد در معرض خطر قرار میدهد علاوه بر این چین زامن توافق پکن بین ریاض و تهران است بعد سوم این است که رژیم ایران به عنوان یک یاقی و سرکش به تهدیدی برای منافع جهان تبدیل خواهد شد که هدف قرار دادن آن توسط دیگران را توجیه خواهد کرد ما متوجه هستیم که جمهوری اسلامی در ایران روزهای سخت و چالشهای بی را پشت سر می گذارد. این حکومت برنامه های خود را بر اساس ایجاد کمربندی از شپنظامیان نیابتی بنا کرده بود که نقش بازدارنده در توازن قوا با اسرائیل داشته باشد اما این کمربند بازدارنده که جبهه خارجی رژیم ایران را تشکیل میداد به شکلی شگفتانگیز پس از نابودی توانمندی های حماس و حزب پاره شده و امروز اسرائیل از مرحله جدیدی از جنگ صحبت می کند. تلاویو مجموعی از اهداف متنوع در داخل ایران دارد که قبلا در دسترس نبودند. از جمله گزینه های هسته ای، نفتی، نظامی و دولتی و به نظر می رسد که قصد دارد به طور مستقیم به تهران حمله کند. که نه تنها رژیم را تضعیف بلکه اساسا موجودیت آن را تهدید میکند اکثر کشورهای منطقه با ایده کوتاه کردن دستهای رژیم ایران در منطقه موافقند اما آنها خواستار مرحله فراتر یعنی سرنگونی رژیم نیستند زیرا اولا کشورهای عربی سرنگونی رژیم در تهران را تهدیدی برای همه دولت‌های منطقه می‌دانند. ثانیاً معتقدند که هر گونه فروپاشی ناگهانی رژیم در تهران یک هرج و مرج فراتر از مرزهای ایران به همراه می که خطری برای خود آنها به شمار میرفت واقعیت امروز این است که اسرائیل در حال جنگ با جمهوری اسلامی ایران است و بسیاری از جمله واشنگتن هشدار میدهند که ممکن است این جنگ محدود از کنترل خارج شود اما چگونه اولین احتمال این است که رژیم ایران با گسترش جبههای های نبرد با حمله به کشورهای خلیج فارس تلاش کند بحران خود را به خارج صادر کند دوم اینکه اگر اسرائیل شکست بخورد و به خطر بیفتد آمریکا مجبور خواهد شد مستقیم وارد جنگ شود یا اینکه اسرائیل با نشان دادن برتری اطلاعاتی و نظامی خود در سرنگونی رژیم موفق شود اینها همه احتمالات دور از دسترس هستند اما غیر ممکن نیستند به هر حال اسرائیل تا کنون موفق شده یک عملیات نظامی گسترده یک ساله در نوار غزه و جنوب لبنان انجام دهد و فرماندهان و رهبران صف اول حماس و حزب الله را در غزه و لبنان از بین ببرد موضوعی که تا همین چند هفته پیش خارج از تصور بود اما اتفاق افتاد ترامپ به ایران و ملت ایران احترام می‌گذارم دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه العربیه درباره ای ایران گفت ایرانیان باهوش هستند و در حال حاضر این کشور در خطر بسیار زیادی قرار دارد بیشتر از آنچه که یک ماه قبل فکرش را میکردند این خیلی بد است او با بیان اینکه به ایران و ملت ایران احترام میگذارد از سیاست دولت بایدن در قبال حکومت ایران انتقاد میکرد اما ترامپ اضافه کرد نمیتوان اسرائیل را به خاطر پاسخ شدید و بسیار سختی که داده سرزنش کرد بنیامین نتانیاهو باید هر آنچه را که برای مقابله با تهدیدات ایران مناسب میداند انجام دهد چون ایران حمله هفتم اکتبر را تامین مالی کرده است او افزود همه منتظرند تا اسرائیل اقدامی در پاسخ به حمله موشکی ایران انجام دهد تا دیداری دوباره همچنان به مبارزه برای آزادی و رهایی از شنگال دیکتاتور ادامه می دهیم. با ایمان به ای روشن و یا استوار نور امید را در دلهایمان زنده نگه میداریم پاینده و پیروز ایران و ایرانی